بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهد منكم الشهر فليصم. فضائل روزه و ماه رمضان. بعضی از فضائل روزه را ذکر کنید. اول، روزه سبب دور شدن از آتش دوزخ است. حدیث با روایت امام بخاری. دوم، مکافات روزه از طرف الله سبحانه و تعالی است. حدیث در صحیح مسلم و با روایت امام احمد. سوم، روزه سبب کفارت گناه های گذشته است. حدیث با روایت امام بخاری و امام مسلم. چهارم، روزه صاحبش را در روز قیامت شفاعت میکند. حدیث با روایت امام احمد. پنجم، روزه سبب داخل شدن به جنت است. حدیث با روایت امام احمد و امام نسائی. سوال، بعضی از فضائل ماه رمضان را ذکر کنید. از فضائل ماه رمضان، اول، روزه ماه رمضان سبب مغفرت گناه های گذشته است. حدیث با روایت امام مسلم. دوم، در ماه رمضان شیطان ها را زنجیربند می کنند. حدیث با روایت ابن ماجه. سوم، در ماه رمضان درهای دوزخ بسته می شود. حدیث با روایت ابن ماجه. سوال، روزه با زبان عربی چیست؟ روزه با زبان عربی صوم است. سوال، معنای روزه در لغت و اصطلاح چیست؟ روزه در لغت به معنای بازیستادن است. در اصطلاح باشد، هر یک روزدار را ضرور است که خود را از تمام کارهایی که دین اسلام آن را منع کرده است، بازیستد. سوال، تعریف روزه در شریعت چیست؟ روزه در شریعت، یعنی عبادت پروردگار یکتا با نیت صادقانه، با باز ایستادن از خوردن و نوشیدن، از دمیدن صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب. سوال، روزه به چند قسم است؟ روزه به دو قسم تقسیم می شود. اول، روزه فرضی به مثل روزه ماه رمضان. دوم، روزه غیر فرضی به مثل روزه روز دوشنبه و پنجشنبه. سوال، حکم روزه ماه رمضان چیست؟ حکم روزه ماه رمضان فرض است و رکن از ارکان اسلام است. سوال، ارکان روزه چند است؟ ارکان روزه یک تا است که آن عبادت الله سبحانه و تعالی و باز ایستادن از خوردن و نوشیدن از دمیدن صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب است. نوع دمیدن صبح چند است؟ دمیدن صبح دو نوع دارد. اول، فجر اول که آن را فجر کاذب می‌نامند. دوم، فجر دوم که آن را فجر صادق می‌نامند. سوال، حکم آنهایی که فرض بودن روزه ماه رمضان را انکار می‌کنند. حکم آنهایی که فرض بودن ماه رمضان را انکار می‌کنند، بعد بیان فرضیت آن و یا رسیدن خبر، انکار روزه ماه رمضان کفر است. سوال، حکم شخصانی که از روی تنبلی روزه ماه رمضان را ترک میکنند چیست؟ حکم شخصانی که روزه ماه رمضان را از روی تنبلی ترک میکنند، قول راجعه اهل علم آن است که آنها کافر مرتد نیستند، بلکه فاسقانند و این برای آنها خطر خیلی بزرگ دارد. سوال، آن شخصانی که سالهای بسیار روزه نداشتند، آیا می توانند قضای روزه سالهای گذشته را بدارند؟ همه قضاهای روزه سالهای گذشته را روزه گرفتن لازم نیست. لیکن بر آنها شرط است که توبه کرده پشیمان شوند و روزه نفلی را زیاد و بردوام بدارند. سوال، حکم شخصانی که روزه ماه رمضان را به یگان عذر ادا نمی کنند، به یگان عذر افطار کردن مسلمان در روز ماه رمضان از گناهان کبیره است
و بر آنها واجب است که طلب مغفرت گناه خود کرده توبه به سوی پروردگار کنند. سوال: اگر انسان یک روز روزه ماه رمضان را نداشت، آیا می تواند قضای آن را بدارد؟ بله، می تواند قضای آن را بدارد، لیکن او برای لازم نگرفتن این فرضیت و برآمدن از حدود خداوندی گناهکار است. سوال: شخصی که چند روز به یگان عذر روزه ماه رمضان را نداشت، آیا می تواند قضای آن را بدارد؟ قول راجع اهل علم آن است که قضا بر این شخص لازم نیست، برای آن که از آن به او هیچ فایده نیست. قاعده آمده است که هر عبادت در وقتش فرض است. اگر به یگان عذر آن را تأخیر کردیم، پس قضای آن قبول نیست. آیا شخص کافر بعدی در آمدن به اسلام قضای عبادت های گذشته خود را باید ادا کند؟ نه، لازم نیست. الله تعالی در سوره انفال آیه 38 می فرماید که با آنها که کافر شدند بگو، چنانچه از مخالفت بازیستند و ایمان آوردند، گذشته آنها بخشیده خواهد شد. و اگر به اعمال پیشینه بازگردند، سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جاری می شود. سوال: در دیاری که در آن شب را از روز فرق کرده نمی شود، آنها چی طور روزه بگیرند؟ آنها با وقت نزدیکترین شهر و یا با وقت دولت همسایه روزه بگیرند. این بود بعضی از فضائل روزه و ماه رمضان. الله سبحانه و تعالی روزه ما و شما را به درگاهش قبول بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.